سلام دوستان عزیز، در خدمت شما هستم. امروز میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که با بندهای سیگار چه کارهایی انجام میدن و شما میتونید چه کارهایی باهاش انجام بدید. یکی از سرگرمی های رایج دوستداران سیگار برگ جمع کردن بندهای سیگار برگ هستش. یکی از مهمترین مواردی که باید در نظر بگیرید اینه که بند رو یک جوری باز کنید که هیچ قسمتیش خراب نشه. البته گاهی وقت امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه این چسبی که پشت بند میزنن خیلی قوی هست و بالاخره یک مقدار از بند شما رو خراب میکنه. بهترین زمان برای باز کردن بند وقتیه که سیگار شما حسابی گرم شده و خاکستر نزدیک بند شما شده، به خاطر اینکه این گرما باعث میشه که چسب خاصیت خودش رو از دست بده و شما به راحتی بتونید بند رو باز بکنید. روش اول و ساده ترین روش برای جمع کردن بندها اینه که یک دفتر بگیرید و بندها رو توی دفتر بچسبونید و هر اطلاعاتی که از اون سیگار برگ دارید رو توی دفتر یادداشت کنید. مثلا این سیگار ماتیلدایی هستش که من حدود 2 هفته پیش کشیدم. تاریخش رو اینجا نوشتم، 18 مرداد 1402. قیمت تنباکویی که در رپر، بایندر و فیلر استفاده شده بوده، اسم و سایز سیگار برگ و همچنین طعم و مزه هایی که من تونستم توی قسمت های مختلف سیگار متوجه بشم و در آخر هم نوشتم که از این سیگار خوشم اومده یا خوشم نیومده. و اما روش بعدی گذاشتن بندهای سیگار توی یک آلبوم تمر هستش. همونجوری که میبینید بندها رو میتونید به ترتیب برند سیگار توی آلبوم خودتون قرار بدیم. بریم چند صفحه از این آلبوم رو با هم ببینیم. اما روش های جمع آوری این بند ها به این 2 روش خلاصه نمیشه. همونطور که با هم تو عکس های بعدی میبینیم، بعضی ها باهاش قاب عکس درست میکنن، بعضی ها روی مجسمه میچسبونن، روی کفش میچسبونن و بعضی ها هم همینجوری توی شیشه میندازن. خلاصه به هر روشی که دوست دارید میتونید بند های سیگارتون رو جمع کنید و بعدا از دیدنشون لذت ببرید.